ما عملیات کربلای 4 تو اون باتلاقای شلمچه و خیین و اینا جزیره بواریان بین بچه های خواص همه نوجوان همشون سنشون از شما کمتر بود، پیراشون به اندازه شما بودن، بچه های بسیج و سپاه و اینا خب همه نماز شب خون پاک، واقعا اصلا یک فضایی که من تو عمرم هیچ وقت همچین فضایی، این همه عشق محبت صفا چقدر با هم مهربان. بعد یک آقای آمد دیدیم که شهیدم شد، بدنش خالکوبی، عکسای زشت چیزی بدن زن لخت اینا تو بدنش همه جا کشیده بود، همین خالکوبی کرده بود، تتو کرده بود. بعد خودش اونجا گفته بود که من از عمرم نماز نخوندم، شراب خوردم، با زنان زیادی هم رابطه داشتم، یعنی زناکار و شرابخوار و بی‌نماز دیگه، کسی که همه دیگه باید جهنمی باشه. این اصلا چجوری خدا خواسته بود؟ و خودش یه آدمی بود که تو محیط فاسد بود ولی باطنش درست بود. این مرتبه تغییر مسیر داد، اصلا چجوری آمده بود جبهه و بعد آمد افتاد توی لشکر و بعد گفتن داوطلب می‌خوایم عملیاتی که توش برگشت نیست و اگه آموزش شروع بشه رابطه‌ها با خانواده‌ها قطع میشه، هر کی دوست می‌خواد بیاد. ایشون هم داوطلب شده آمده. بعد یه اخوی ما قواس بود تو کربلای 4 شهید شد، مفقود شد، 18 سالش بود، میگفت که داشتیم دای کومل میخوندن اینا تو موقع آموزش‌های قواسی و جنگ پارتیزانی تو نخلستان و اینا که از اروند رود رد شیم برای که فاو رو آزاد کنیم، گفت که دیدیم توی دعا تو گریه و اینا ایشون همچنین که گریه میکنه به خودش فوش میده، اول فوشای معمولی بعد کم کم فوشای ناموسی به خودش، بعد میگفت من نمیدونم فلان فلان چجوری شده، من اصلا نفهمیدم چجوری شد من آمدم بین شما، من مثل شما نیستم اصلا، شما همه بچه های نمیدونم پاک و فلان و خلاصه کی ما رو آورده اینجا، همش هم خودش آمده بود. این اخوی ما میگفت آوردمش بیرون، ما هم خندمون گرفته بود هم گریه که این بلند شده فوشای زشت به خودش میده. آوردمش بود آقا دیوانه ای تو چی میگه اینا؟ گفت نه من مثل شما نیستم، من آدم کثیفی ام، من اصلا نماز نخوندم، من 100 تا دوست دختر دارم، من مشروب خوردم، من اصلا نماز تا حالا نخوندم، مثلا چی شده من اومدم اینجا تو بسیج و قواس و ایشون میگه ما بهش گفت نمازامو چیکار کنم حالا اصلا نماز نخوندم، من میگه بهش نماز یاد دادیم اونجا که شروع میگفت برو نمازهای قضا تو بخون، ایشون میگفت که اگر من توی عملیات کشته شدم شهید شدم این کثافت کاری که کردم چی میشه، نمازایی که نخوندم. این عقبی ما میگه بهش گفتم حمید، میگه بهش گفتم که همش خدا میبخشه، گفت به این کشکی، به همین کشکی، ایشون گفت از این هم کشکی تر، چون خداوند در قرآن میگه خداوند وقتی اراده کنه افراد پاکی رو ببینه یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهانش رو یه جا میبخشه.